شرمندم و جسارته، ولی آقا به خدا دختر بهتر از این به شما میدن. از یه خونادی سرچیناس چه این دختر داتیه؟ اینش دیگه به تو ربطی نداره جلال. من این دختری میخوام، مرده یا زندش میاریم این دازی جلپای من. شیرفم شد؟ آه بلفست، خودت به دادم برس. حالا مردش دیگه چرا؟ میری نهشیشو میاری، یه انعام خوبم بهت میدم، البته زندهش بهتره. برو جلال، این دفعه دست پر برگرد. دستور میده خودی خلومه. بله آقا جلال، آسانی پیداش کنیم. حتما. بله آقا، بریم پیداش کنیم. چه واسطی بریم دیگه؟ بفرمی آقا، بفرمی شو، بفرمی. پیداش کنیم. پیداش کنیم. آقا آماز پیداش کنیم. یوسف چی شد؟ چرا نیام جلو؟ سالمی؟ چی شد؟ دو ساعت تمام اونجا مردم و زنده شدم، یه ناکس میرفت یه نالوتو میومد. به جون تو وقتی جلال اومد گفتم دیگه اشدم و باید بخونم. مگه من مرده بودم؟ عین قرقی هوا تو داشتم اینجا. چی کار میتونستی بکنی؟ همونجا خفتم میکردن و تموم. اینا رو ولش، چی گیرت اومد؟ بگو. پیامت میگم. اومدم. سلام آقا یوسف. علیکم سلام. مگه شب اولمونه؟ عزیز دلش شور افتاده بود. عزیز سلام. عزیز سلام کردیم ما. علیکم السلام. نمیخوام نصف شبی برات قصه حسین کرد شبستری بگم. خدا چون ما رو دوست داشته بعد یه گرفت و گیرایی یه جورایی چشم ما رو باز کرده و راه از چا برامون علاهده کرده. البته دعاهای شما هم بوده که افاق کرده. خلاصه ما تازه فهمیدیم که توی مملکت چه خبره و دوز کیه و بوز کیه. برای همین هم میخواییم یه قدم های خیری برداریم، بلکه خدا خوشش بیاد. اینا رو گفتم از بابت این که اگه یه شبی، نصف شبی ما قرار شد که یه جایی نگو و نپرسی بریم، خوف نکنی، بدونی که یوسفت سر به راه و شیشتونگ. شیطونه و هزار او رو اتبار هر وقتا با لباس دوست و رفیق میاد سراغ آدم، راه نشون میده که انگار راه راست و درست، ولی راه عاقبت به خیر نیست. حواست هست که چی میگم؟ ببخشیدا، کبلایی خدا بیامرز همیشه میگفت شیطون هزار و یه را بلده واسه گول زدن آدم. تو با خانوم، ما از پشت کون نیومدیم. عزیز من حالیمه، این راهی که من میگم از حرم الشمسه. مملکت دست انگلیس و انگلیسی پرست افتاده، هر کی میتونه هر جوری که میتونه باید اینا رو آتیشیشون کنه. حالا این راه کجا شیطونیه؟ سر خودکار کردنت. قاس عقل آدم بیفته دست دلش، اون وقتی که باید به خودش پناه ببری.
حالا دل بگه یا عقل بگه چه توفیری داره؟ بابا مملکت داره هاپولی میشه. تو سر پیازی، تای پیازی، همینت مونده بود که بری رو در روی انگلیسی ها بشی من پاسخته رو عذاب بدی؟ کم گوشه این خونه از و جز کشیدم؟ پاشو پاشو که انگار یه چیزی خورده تو سرت، پرت و پلا میگی. پاشو پاشو، سحر شد عزیز. ما هم داریم تو این مملکت زندگی میکنیم ها، ما هم یه چیزایی حالیمون میشه ها بابا. به پیر، به پیغمبر، به پیر و پیغمبر قسم نخور، این کارا به تو نیمده عزیز. عزیزو زهر مار، عزیزو درد، عزیزو مرگ. عزیز داری سخت میگیری ها. الهی که عزیزت بمیره و تو راحت. خدا نکنه. الهی تصدقت بشم، من که نمیخوام برم سینه به سینه انگلیسی ها بدم که، مگه مخ خر خوردم؟ من فقط میخوام چوب لو چرخشون بذارم، همین. برو یوسف، برو دست از این خلبازیات بردار. نمیدونم کی رفته تو کوکت که کک انداخته تو تومونت که سرشاخشی با این انگلیسی ها. گفته باشم یوسف، ازت نمیگذرم که اگر سر خود بدون سلامش برد کردن از اهلش قدم از قدم برداری. همینی که گفتم. اه کجا داری میری؟ ما هنوز حرف داشتیم. میرم جا تو بندازم کپه مرگ تو بزنی. آقا یوسف بیدار شین، سحر شده. آقا یوسف، آقا یوسف بیدار شدم. شرمندم، پس یکم زودتر چون تو مطبخ کار دارم. همین دیگه عزیز، همینو میخواست. میخواست ما سهرها بیدارشیم، حالا دیگه بهونه هم داره. آقا یوسف بیدار شدم. ده نه، میخواستم بگم جون توبا دیشب از دل عزیز دراریم، به خدا قصه شما رو میخوره. مواظب خودتونم باشین. هر چیش فکرشو کردم دیدم نه، من آدمش نیستم. این همه آدم توی این خاک پاکه، چرا من یکی سینه رو سپر کنم؟ خلاص عزیز، خیال جزم و جفت باشه. یوسف تمام حرفای دیشبش از سرش پریده. اینم تقصیر اصغر بود، اون نیش از زیر پا. تو که راست میگی. دروغم چیه؟ از امروز میرم دنبال همین کاری که این دو روز رفتم. قدم خیر. حیف که صاحب کارم اهل ریا نیست و قسمم داده، و الا به تو میگفتم کارم چیه و اون بزرگوار کیه. دیشب به گوشم رسوندن که ابراهیم خان پاشو کرده توی کفش که پیدات کنه، شمشیرش هم از رو بسته. به گوره باباش خندیده؟ اینو گفتم که حواستون جمع باشه، و الا سرم بره نمیذارم دستش بهت برسه. عزیز شما هم دیگه غیر از اینه که تا حالا گفتی به کسی دیگه نگو تو با اینجاست. بذار با از آسیاب بیفته. آدمش هم جلال سردابی نامرده که یه روز خودم حساب این سگ از اندله رو میذارم کف دستش.
نه تو رو خدا، کار به کارش نداشته باشین. واسه چی؟ زبونم لال، یه وقت میزنه ناکارتون میکنه. سگه کی باشه؟ خوف نکنین اسخره. یا علی، یوسف، این یعنی چی؟ میگم نریم تو، خطریه. نترس، شاید کارسازی خود تو رانخانمه که راحت تر بتونیم بریم تو. برو تو. اول تو برو تو. کشتنش یوسف، کشتنش، جون تو کشتنش. آبجی تورانت آدم فرستاده ما رو راحت کنه، اینو راحتش کردن. یوسف بیا بریم، خونش میافته گردن ما. نترس، زنده است. زنده؟ سروادش هم به نگهبانا نمیخوره. آره خیلی شیکه. پس نگهبان های اینجا کجا هن؟ یوسف بریم، خطریه. برو به عملها بگو بیان تو. آخه یعنی این که برو دیگه. بجمو کرد باشی، سر و صدا فقط نکنی، بیان اون رو بیان. آفرین آقا مراد، خسته نباشی، جلد باشه. بجم بجمی بودو 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 بجم بجم دیگه داره تموم میشه، خوف نکن. شو به هوشه، فقط نا نداره. بعد جوری زدن ناکارش کردن، پس نیفته یه وقت. نه میزونه. یوسف پس تو به هوش نیمده ما رو ندیده دریم، دیگه داره تموم میشه. بری برو بری بچومی بچوم آفره اصلا نباشی، بجو بیر جر باشی. یالا زودتر بیا، بجو. ولی خودمونی ما به خیر گذشت. ما که نفهمیدیم این یارو فکل کرواتی کی بود، دست و پاشو برای چی بسته بودن، چرا اونجا انداخته بودنش؟ چه بدونم. کجا؟ بیا کار دارم. نصف شبی تو مسجد خیلی. خدای خودت بخیر کن. یوسف معلومه چته، نصف شبی ما رو آوردی مسجد که چی؟ بعد جوری حالی به حالی شدی یا؟ بس کن دیگه ابوالنق. لابد میخوای نمازم بخونی، بفرما، مارم دعا کن. اسخر جون، اسخر این خانم توران بعد جوری به دلم نشسته. پس یعنی باده باده مبارک باده دیگه. نه اونجوری، از مرامش خوشم اومده. با این همه مال و ثروتی که داره بازم به فکر مردمه. دمش گرم.
این دو سه شبه خیلی چیزا دستگیرم شده. این ابراهیم خان و انگلیس ها بد جوری دارن خون مردم رو به شیشه میکنن. هیچ کی هم عین خیالش نیست. اهل سیاست هم که از ریس تا درشتشون همشون سرشون تو آخر انگلیس هاست. کجا بودی داشت یوسف تا حالا؟ خواب نما شدی؟ نه تازه بیدار شدم. نگفتم من نکن سر خودت میاد. تا دیروز حرف از سیاست میزدم خروار خروار بارم میکردی، ولی خودت الان یه پا سیاست مدار شدی واسه خودت. اصغر جون اصغر حالم خوبه. فکر میکنم بازم نذاشتیم یه ذره دیگه از رزق و روزی این مردم دست انگلیسی ها بیفته. اگه برام پاگیرم داشته باشه بازم همین کارو میکنم، بازم به حرف توران خانم گوش میکنم. رو مام حساب کن. فکر میکنم خدا منو خیلی دوستم داره. خدا کنه. میدونی با اون پولا میشد 100 تا انبار گندم خرید. متاسفم به خدا. تمام اون دونپاشی ها واسه انگلیسی ها به خاطر این معامله بود. کلی خرج سفارت انگلیس و آدم های مزخرفش کردم. نفهمیدی کی پول آورد؟ گفت اسمش آرشه، بعدش هم اسم رمزو گفت. همین آرشی که میگی ندید کی به تو حمله کرده؟ متاسفانه نه. وقتی که کیف و پولو داد سوار ماشین شد و رفت. یه آژانم تو ماشینش بود واسه حکومت نظامی. بعد همونطور که امر فرموده بودید خواستم برم طرف خونهی که نشونشو داده بودید که یهو از پشت سر زدم تو سرم. وقتی به خودم اومدم دیدم دست و پا و دهنم و بستن و دارن آردا رو میبرن. تو تمام زندگیم این اولین باریه که رو دست خوردم، هم به خاطر محل قرار هم به خاطر اینکه تو رو تنها فرستادم. من حتی نگهبانا رو مرخص کردم که کسی شاهد نباشه. باید همیشه انتظار شکست رو داشته باشی. فکر میکنی این دفعه دیگه کاری کی بود؟ قبلا که نظرمو شنیدین بهتره بگین کی جرأت همچین کاری رو پیدا کرده. البته این منطق قوی تره. خب بعدش کسی که هم از قرار دیشبتون خبر داشته، هم اعتماد به نفس بالایی داشته و هم از گرفتار شدن نمیترسیده. یعنی رفیق دزد و شریک غافله. دقیقاً. با این حساب انگلیسا هم آردا و گندماشون از شما طلبکار شدن، هم پولاشونو. البته باید یه خصلت دیگه ای هم به این جناب دزد داد. این که قصد نابودی منو داره. فکر نمی کنی که حلقه محاصره داره تنگ تر میشه؟ گیرش میارم. مطمئن باش.
بابا چه خبرتونه بچا؟ چه دعوا میکنید؟ ای بی نداره، برید خونه هاتون یه ساعت دیگه بیاد نون تازه ببرید. دعوا نکنید. آفرین. خب تو سلام. علیکم سلام. مخلص آقا فرجم هستی. چیه باز پخ نداری تعطیلش کردی که؟ علی خیالی نی، تنورتو روشن کن. آره، همون آدم دست و پا خیلی کمی دیگه آرد داده واسه پخ. ما هم که بچه همین محلی، چراقی هم که به خونه رباس به مسجد حرومه، گفتیم بسپاریمش دست تو. لا دیگه غصت نباشه، مردم زارو گوش نمیان پشت در دکون. یوسف محض خاطر دل ما بگو صاحب این آردا کیه؟ به خدا این روزا آرد بی حساب جایی نیست. سخت نگیر، صاحبش اهل ریا نیست. بذار بگم دردم چیه. ببین اینجا نوشتن دیشب یه انبار آرد با کیف پول از انبار پنبه سابق خیابون ری سرقت شده است. دست درست آقا فرج، ربطش چی بود؟ دور از جون شما، بعضی ها کج میرن بعد سن ناسش های خیرات میکنن که یعنی صاف کنن. آدمی که ما میشناسیم کج نمیره. حالا بگو اینم قضیه این آرد و پول چیه؟ یه انبار آرد سرقت شده، یه کیف پر از پولم دزدیدن، صاحب کیفم ناکار کرد. خیلی خوب، نمیخوای نخوا، ما میریم به یارو میگیم تا وقتی جد و آباد صاحب این آرد ما نگفته کیه دیگه آرد خیراتی بارمون نکنه. علی علی آفخار بریم. یوسف اجالتم. یوسف یوسف دلگیر نشو یوسف، نون مردمه، نمیشه سخت نگیره. از چی شد آقا فرج؟ نوکرتم، چرا نون پخ نمیکنی؟ زن بچه مردم مردن از گشنگی. شرمنده تمام هم ده. شرمنده تم شرمنده که میتو صفه باشو بره زن بچه مردم مسخرشو در بردی. یعنی چه؟ جمع کنیم بریم دیگه بابا دیگه. بایی نون پخ در میزان آردای به سرقت رفته حدود 30 تن می باشد. مال باخته عنوان کرده که مبلغ 100,000 تومان نیز کمرای نماینده امین او بوده توسط سارقان گندم دزدیده شده است. شاکی از سارقی خواسته که ضمن بازگردان آردها که رزق مردم گرسنه می باشد پولهای امانت را نیز برگردانده از جایزه 10,000 تومانی بهره‌مند گردد. شهربانی طی اطلاعی از کسانی که خبر از موارد مسروقه فوق داره خواست تا با دادن راپورت مفید خود از 10,000 تومان مژدگانی دریافت نماید. بس دست درد نکنه عمالی، بیا اینم روزنامه است. خدافظ. به سلامت. تو پول دیدی اونجا؟ شرط و پرت نوشته. علی یوسف خودت بهتر میدونی، قبل از ما یه کسایی اونجا بودن، همون یارو شیک و پیکه دیگه. گفتم بهش نمیاد نگهبان باشه ها. یوسف خاممون کردن، این آبجی تورانه متخرف داره. نگو به توران خانم چیکار داره؟ گل نکن یوسف، باز ازش بپرسیم جریان این پولا چیه. 100,000 تومن پوله میدین یعنی چی؟ یعنی کل شهربانی میفته دنبالمون، گیرمون بندازن عمر و جوونیمون هدر رفته. نامرد نوشته آردار رزق و روزی مردم هم بوده، روغن ریخته رو نظر امامزاده کرده. یه سر به این توران بزن، بلم کن دیگه. یوسف یوسف مگه چی گفتم باید تکلیف روشن شه یا نه؟ آقا یوسف بچه ها غلط نکنم، امروز روز شانسمونه، چون اول سالمون به جمال منور آقا یوسف روشن شد. چی شده اول صبحی زابرا شدی؟ زابرامون کردن یه موش ناتوی آردخوار. وقت بعد تو نبود بفرستم پش؟ شیشوش کردن اما خوب چیزی گیرشو نیومد. ای دل غافل زبل، آجانا و شهربانی چیها رو بیکار نکنی؟ ما مثل تو اینجا از بد و فراوون نگران نباش، بیکار نمیشن. برو بگرد تا پیداش کنی.
نابودش میکنم. بیش با زب نابود افاره زمانی کسی که آق جلال باره کوچیک بریه آق نه زب رو من اساسه می دوم در رو دو بخشه نکنی بخشه جلال بر پموشه خوش باش آقا جلال کم آورده خدایش بعضی وقتا خیلی با حالم مگه نه دورتونه داره ات گفته باشم پیدا کردن اون دختره توبا هنوز اصل کارمونه یادم باشه به للم بگم برای دیگ و دیدکش که شیش ماه عقبش میگرده خبرت کنه با مزه شدی آخه میبینم هرکی هرچی گم کرده میاد سراغ تو شانس آوردی امروز دل دماغ دعوا نهارم روز خوشت آقا یوسف بری بچه ها زیاد آقا یوسف برو واسه خودت ما روی ایشه خوابیدیم برو واسه خودت برو روی ایشه خوابیدیم یکتی حالا بگی چی که کنیم بریم کیه؟ منم یوسف سلام سلام علیکم علیکم سلام چی میخواد؟ یه عرض واجب خدمت خانم داشتم خانم خونه نیست پیغومتو بهش میگم کجا رفته؟ اصول دین میپرسی؟ میگم وقتی اومد بهش میگم دیگه زودترم ببین آقا خونه است مرتفع چی قریب پشت دره ها بد جوری برزخ میشه خانم نگفتن که برمیگردن مثل که اون خانم من کلفتم ها خیلی خوب پس بهشون بگو من اومدم میگم خوش اومدی امروز باز هوای اینا رو داشته باشیم فکر کنم توران رفته روزنامه تو اینجا بمون زاغچه ابراهیم خان رو چوب بزن ببین کجا میره کیا رو میبینه چون که نمیخوام یه دفعه خفتم کنه منم میرم دم دفتر روزنامه اومدیم ابراهیم خان با ماشین زد بیرون پای پیاده تا کجا دنبالش بودم خیلی چه میدونم یه کاریش بکن دیگه پس چرا وایسادی؟ ای به چشم رفت خدا میدونه تو این خونه چه خبره اسخر جونه اسخر رفتم Thank you.